یک مطلب بسیار مهم از آغاز فصل جنگ. مردان قدرتمند شمال روزی که از افغانستان فرار کرده اند در ترکیه در چی حالت به سر میبرند و مصروف چی کارهای هستند؟ جزئیات مکمل در این مورد. اگر سیاست را دنبال میکنید پرسیتان این مطلب را دست ندهید. سلام، به سرویس لارسانی فوتیری خوش آمدید. لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. آغاز فصل جنگ، مردان قدرتمند شمال کجا و مصروف چی هم؟ 8 ماه می شود که رشته های قدرت در افغانستان در دست طالبان است. نظام جمهوریت با فرار اشرف غنی سقوط کرد و سیاستگران و شخصیت های مطرح در حکومت پیشین و هر گونه دنیا پراکنده شدند. از همان آغاز سقوط نظام تا این دم یک قصه به تکرار گفته شده است و آن این است که با آمدن بهار جنگ در مقابل طالبان در افغانستان دوباره آغاز خواهد شد. جنگ های چریکی در پنشیر و اندراب ظاهرا و درد سر برای طالبان تبدیل شده و حتی آنان از گزینه انتقال جنگجو با استفاده از چرخبال کار گرفتند. اما بسیاری ها در مورد پایگاه های سنتی افراد ضد طالبان و چهره هایی که از آن به عنوان مردان قدرتمند شمال نام برده می شد می پرسند که کجا هم و مصروف چی کارهای هم. مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق از مردان قدرتمندی هم که در چند دهه اخیر در تحولات افغانستان به ویژه شمال نقش داشتند. مارشال دوستم کجا و چی برنامه دارند؟ مارشال عبدالرشید دوستم که در انقره مقیم است، ظاهرا به دلیل رابطه نزدیک ترکیه با طالبان و موجودیت طالبان ازبک تبار در پایگاه سنتیش هنوز آماده نقش آفرینی جدی نشده و حتی هیچ سخن هم در مورد برنامهش برای افغانستان نداشته است. اما احسان نیرو، سخنگوی مارشال دوستم، به آماج از شروع مبارزات نظامی در صورت عدم دستیابی به یک توافق سیاسی با طالبان خبر داده است. اما به نظر می رسد طالبان آماده هیچ گونه تعامل و ویژه با مارشالی که خاطره خوشی از دشت لیلی ندارند نیستند. اما منابع نزدیک به مارشال دوستم که نمیخواهم از آن نام برده شود و آماج میگویند که عبدالرشید دوستم مجبوریت هایی دارد که مشکل به نظر میرسد بتواند نقش در برابر طالبان و ویژه از دید نظامی ایفا کند. حامیان سنتی مارشال و کشورهای ترک تبار نیز دیگر آماده حمایت او نیستند. ترکیه خود با طالبان رابطه نزدیک ایجاد کرده و تا سرحد به رسمیت شناختنشان پیش رفته و ازبکستان نیز قول دوستی با طالبان داده است. این منابع میگن که جنگ بدون حمایت نظامی و مالی دشوار است. از سوی دیگر افرادی که همسو با مارشال بودند امروز از ترس طالبان هیچ کار هم برای همتبارانشان انجام داده نمیتوانند. بنان منتظر باید بود و دید که آیا مارشال زندگی در انزوا را انتخاب و یا گزینه دیگر نیز برای انتخاب خواهد داشت. اما یک منبع دیگر نزدیک به مارشال به آماج میگوید که او روزانه چند ساعتی را در گلخانه زیبای خودش در شهر انقره سپری نموده و گاه گاه نیز دیدارهای با برخی چهره‌های سیاسی در محل بوده باشش دارد. این منبع می‌افزاید که آقای دوستم در صدد ایجاد یک گروه نظامی برای مبارزات بهاری در افغانستان در صورت عدم به کرسی نشستن خواستهایش از راه سیاسی است. این منبع اضافه می کند که مارشال دوستم به دنبال ایجاد گروهی از جنگجویان ازبک تبار مهاجر در ایران است. اما یک منبع آگاه از ایران به آماج می گویند که چنین موضوع دقیق نیست و تهران به هیچ عنوان اجازه چنین کار را نمی دهند، زیرا ایران به دنبال دشمنی و طالبان نمی باشد. خب حالا می پرازیم به عطا محمد نور کجاست و چی کار می کند؟ عطا محمد نور سیاستگر شناخته شده شمال که پیش از سقوط جمهوریت او به عنوان امپراتور شمال نام برده می شد در امارات متحده عربی و سر می برد. آقای نور با حضور سیاسی و نظامیش 20 سال گذشتهش در بلخ به ولایت های مختلف سرمایه گذاری کرده و چهره های را در مهار خودش جمع کرده بود. چهره های سیاسی، اقتصادی و نظامی که دامنه آن تا فاریاب و بغلان می رسید. منابع نزدیک به عطا محمد نور می گویند که اکنون روزانه با چهره های سیاسی در کشور مختلف ملاقات می کند. اما آنها می گویند که آقای نور رفته رفته به این نتیجه رسیده که تعامل سیاسی با طالبان ممکن نیست و باید روی گزینه های بدیل نیز فکر کرد. این منابع می گویند که با آن که محدودیت فعالیت سیاسی بیرون از جغرافیا هنوز پابرجاست و حتی نزدیکترین کشورهای حامی مقاومت ضد طالبان زیر فرماندهی احمدشاه مسعود آماده حمایت نیستند،
اما آقای نور گروه های چریکی را در حال سازماندهی در سراسر افغانستان است. به این منابع میگم که آقای نور چریک های شورای عالی مقاومت را با امکانات شخصیش در ولایت های سرپل، سمنگان، پروان، بغلان، کابل، فاریاب، کندز، جوزجان، بلخ، بامیان، غور، بادغیس و پنشیر تجهیز کرده و این روند در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. خب حالا میپردازیم به محقق کجاست و چی میکند؟ نزدیکان محقق از حضور او در ایران و ترکیه خبر میدهند و میگویند که او اکنون مصروف هیچ نوع مبارزه در مقابل طالبان نبوده و با احتیاط قضایا را نظاره میکند. این منابع میگویند که محمد محقق با توجه به نزدیکی ایران و ترکیه با طالبان نمیخواهد مشکلی برایش پیش شود. محمد محقق خود نیز در گفتگو با آماج نیوز میگویند که فعلا برنامه برای جنگ با طالبان ندارد. او گفته فعلا برنامه مذاکره دارم، نه جنگ. با این همه افراد نزدیک به این سیاستگران شمال و آماج میگویند که در نهایت آنان خاموش نخواهد ماند و از هر وسیله ممکن برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهند کرد. احسان نیرو سخنگوی مارشال دوستم از گفتگو با آماج اظهار داشت که خاص آنان در مبارزات سیاسی و دست آوردن چند کرسی در اولویت طالبان نیست. او تاکید میکند که آنان به دنبال ایجاد یک حکومت فراگیر هستند و در قدم اول میخواهند این خواستهایشان را از راه دیپلماسی برآورده کنند. آقای نیرو با بیان این که آنها آماده هر دو میدان مبارزه سیاسی و مبارزه نظامی هستند گفت برخورد خشن و افراطیت هنوز هم ادامه دارد. عدم تخصص، عدم توازن اقشار و اقوام افغانستان در قدرت و ده ها مورد دیگر نشان می‌دهد که حکومت طالبان مشکل های زیادی دارد. اولا ما امیدواریم که بحث ما به جنگ نکشد. اگر به جنگ کشید نیز ما افراد متخصص در جنگ داریم که می فهمند جنگ را از کجا و چگونه آغاز کنند. هر کس که حق به جانب باشد مردم هم حمایت می کنند، دنیا هم حمایت می کند و به نتیجه مثبت هم خواهد رسید. این که طالبان این بار برخلاف دور قبلی نفوذ بیشتری در سمت شمال خصوصا در میان ترک تباران افغانستان دارند موضوع دیگری است که کار را برای چهره های سیاسی شمال دشوارتر می سازد. اما احسان نیرو بدین باور است که طالبان نسبت به دور قبلی ضعیفترند و نفوذ طالبان در میان ازبک های شمالی نیز هیچ چیزی و قدرت آنان نفسوده است. او گفت ما فکر میکنیم که طالبان از دور قبلی ضعیفترند. دلیلش هم این است که در دور قبل اسامه بن لادن، ملا عمر و شخصیت‌های تاثیرگذار دیگر بودند که این گروه ها رهبری و حمایت می‌کردند. ولی کسانی که امروز در رأس طالبان قرار دارند از تجربه کافی برخوردار نیستند. این که آنان چگونه پیروز شدند همه می‌دانند که ارتباط می‌گیرد با یک توطئه بزرگ. منبع دیگر نزدیک به عطا محمد نور بدین باور است که عدم پذیرفته شدن گروه طالبان از سوی کشورهای جهان نتیجه تلاش جمعی سیاستگران تاثیرگذار کشور از جمله نور است. او تاکید دارد که آقای نور با وجود این که در افغانستان حضور ندارد اما در عرصه مبارزات مدنی از گروه های مدنی در داخل افغانستان حمایت و آنها را حمایت می کند. این منبع با اشاره به عدم حمایت هیچ کشوری از مبارزات سیاسی آقای نور گفت جنگ کار ساده نیست و هزینه هنگفته دارد و از این رو جنگ در افغانستان بدون حمایت یک قدرت خارجی ممکن نیست و آقای نور بنا با درک همین موضوع نمیخواهد وارد جنگ نظامی فرسایشی با طالبان شود. اما آقای احسان نیرو وجود انگیزه مبارزه را مهمترین عنصر در جنگ با طالبان میداند. آقای نیرو در رابطه با چگونگی شکلگیری یک مبارزه مفید در مقابل طالبان بدون حمایت کشورهای خارجی گفت وقتی شما انگیزه مبارزه را داشته باشید حمایت دیگران زیاد مهم نیست. امروز عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی دنیا به معنای نارضایتی کشورهای دنیا از این گروه است. ما در این 7 ماه گذشته با کشورهای دنیا در ارتباط بودیم که اکثریتشان تشویش خود را مبنی بر قدرت رسیدن یک گروه کوچک در افغانستان ابراز کردند. یک فرد نزدیک به محقق نیز میگوید که مرگ از زندگی در انزوا بهتر است. با باور او به زودی دیدگاه کشورها در مورد طالبان متفاوت خواهد شد و این زمینه را برای فعالیت بیشتر آقای محقق در دوران افغانستان مساعد خواهد ساخت.
حمیدالله سروری دانش آموخته سیاست در کشور ترکیه بدین باور است که چهره های قدرتمند سیاسی شمال آخرین امتحان خود را در محضر تاریخ می دهند. او می گن که اگر این بار این سران سیاسی نتوانند هیچ کار در مقابل طالبان بکنند، تاریخ آنها را به زبالدانی خواهند انداخت و تاریخ آنها را به حیث رهبران سیاسی که در حقیقت هیچ قدرتی نداشتند قضاوت خواهد کرد. در عین زمان آقای سروری تاکید دارد که این سران سیاسی روابط نزدیکی با قدرت‌های منطقه دارند و بدون حمایت یک قدرت خارجی نمی‌توانند هیچ مبارزه‌ای را رهبری کنند. در نهایت به نظر می‌رسد طالبان به هیچ گونه تعامل با این چهره‌ها آماده نیستند و یکتاز میدان در شمال رخش پیروزی می‌رانند. اما این که چهره‌های قدرتمند شمال کار کرده می‌توانند یا خیر، گذشت زمان پاسخ خواهد داد. اما قسمی که قبلا برای تان تذکر کردم، اینها به قدرت‌های خارجی وابسته هستند و هیچ وقت نمی‌توانند انفرادی مبارزه‌ای را در افغانستان بر راه بیندازند.